بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تی و همچنین مخاطبین گلم تو کانال شفاف تی که قرار شده از این به بعد برنامه‌های ما رو تو مسلمان تی ببینن امیدوارم حالتون خوب باشه اوضاع بر وفق مرادتون باشه و کیفتون حسابی کوکه کوک اگه تا با حال به حال عضو کانال مسلمان تی نشدید روی دکمه سابسکرایب یا همون مشترک شدن کلیک کنید و زنگوله کانالش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنه های زرد یا به قول دوستان افغانستانی همون بشکه های زرد نمادی از انتحار و عملیات تروریستی تصاویری که شاهدش هستید کودکان افغانستانی که توسط طالبان دارن برای عملیات انتحاری و تروریستی آموزش میبینن تو چند تا برنامه قبل گفتم که داعش و طالبان برادر همان که از یک سال پیش این رو میگفتم اما تو برنامه اخیر گفتم که مولوی عبدالحمید فرمانده داعش در ایران خواهد بود حالا وزارت اطلاعات بعد از حادثه تروریستی شاهچراغ یه بیانیه خیلی مهم صادر کرده که الان میخوایم بریم از روی سایت خود وزارت اطلاعات با هم مرور بکنیم و نکاتی رو بهتون بگم که شاید کمتر کسی بهتون گفته و تا اصلا نشنیدید حتی بعد از اون برنامه که اخیرا منتشر کردیم یکی از مخاطبین مستندی رو برای من فرستاد که یکی از کانالهای خبری این مستند رو کار کرده بود و مستند فوقالعاده عالی بود که اگر بتونیم کامل اون رو داخل کانال تلگرام قرار بدیم که بدونید تحلیل و پیش بینی ما کاملا درست بوده و داعش در افغانستان داره رشد میکنه بریم بیانیه وزارت اطلاعات رو با هم مرور بکنیم نکاتی هست که در خلال اون بهش اشاره خواهم کرد این سایت خود وزارت اطلاعات جمعه 27 مرداد 1402 بین دو حادثه حرم مطهر شاه چراغ 196 تروریست تکفیری بازداشت و یا معدوم شدن کلیدی ترین عنصر پشتیبانی عملیات تروریستی اخیر و مرتبط مستقیم با سرکردگان داعش دستگیر شد. بسم تعالی با ابراز تاثر و تاسف شدید از وقوع حادثه تروریستی مجدد در حرم متحر حضرت احمد ابن موسا علیه السلام و عرض تسلیت شهادت مظلومان شهدای آن بارگاه نورانی به خانواده های محترم داغدیده و دعا برای سلامتی کامل و عاجل آسیب دیدگان به استحضار ملت شریف ایران می رساند. یک پیش از حادثه سال گذشته در آن حرم شریف عوامل تروریسم تکفیری تلاش متعددی برای انجام عملیات تروریستی علیه مشاهد شریف بقای متبرکه حیعات و دیگر اماکن تجمع مردم متدین کشور طراحی کرده بودند که با تلاش های هوشیارانه و شبان روزی سربازان گمنام امام زمان و همکاری دیگر حافظان امنیت کشور از وقوع آنها جلوگیری شده بود. حالا شاید براتون سوال بشه چرا تو اماکن مذهبی مثلا یه تروریست نمیتونه بره توی بیمارستان عملیات انتحاری انجام بده چرا میتونه اما چرا نمیرن اونجا میان تو حرم ها تو اماکن مذهبی مثلا هیئتی حسینی جای اینجوری چرا دلیلش چیه یه دلیل واضحش اینه که اگر بره توی بیمارستان کل دنیا مجبورن این رو محکوم بکنن یعنی بگن یه عملیات تروریستی ضد انسانی بوده هر کس هم انجام داده محکومه اما وقتی میاد میره تو اماکن مذهبی دو تا پیام داره یک اینکه میخواد به اربابان خودش این پالس رو بده که شما محکوم نکنید شما نیازی نیست محکوم بکنید که دو این رو به مخاطب القا بکنه که جنگ مذهبی در راهه مردم بر علیه مذهب دو دسته بشن یعنی یک ادعی بگن ما موافق مذهبی می عده بگن مخالف مذهبی فقط همینقدر رو در حد اشاره داشته باشید شاید تو برنامه بعدی این رو بیشتر بازش بکنم آن پیشگیری مقتدرانه خالقان تروریسم تکفیری را به تغییر راهبرد و اعزام تروریست غیر ایرانی رهنمون ساخت بر این اساس در واقعی سال گذشته تمامی اعضای تیم تروریستی اهم از عناصر عملیاتی پشتیبانی و هدایت صحنه از عناصر بیگانه انتخاب و تنها چند روز پیش از عملیات وارد کشور شده بودند دو همچنان که در اطلاعیه مورخ 16 آبان سال گذشته اعلام شد با اعمال گسترده ترین تدابیر اطلاعاتی امنیتی و فنی نه تنها تمامی اعضا و مرتبطین آنتی شناسایی و بازداشت شدند بلکه تعداد دیگری از عواملی که برای عملیات های مشابه وارد کشور شده و به هر شکلی و در هر حدی با تروریسم تکفیری مرتبط بودند شناسایی و بازداشت شدند. به این ترتیب در مجموع عملیات های معطوف به واقعی سال گذشته 26 عامل تکفیری دستگیر شدند که جملگی غیر ایرانی و از ملیت های جمهوری آذربایجان، تاجیکستان و افغانستان بودند. سه گروهک داعش ساخته آمریکا که مسئول عملیات سال گذشته را بر عهده گرفته بود بعد از محاکمه و مجازات تعدادی از عوامل اون جنایت اعلام کرد که به عملیات انتقامی مبادرت خواهد ورزید. پس از اون تروریستای متعددی رو به سوی خاک پاک ایران روانه کرد که جمهوری تروریستا یا در مبدع یا در مرزهای کشور در درگیری با سربازان گمنام امام زمان محدود شدند و یا در داخل دستگیر و در مسیر محاکمه قرار گرفتند بدین از حادثه اول تا دوم حرم مطهر تعداد 196 تروریست تکفیری معدوم یا بازداشت شدند چهار عامل عملیات تروریستی اخیر دقیقا از سنخ همون تروریستای تکفیری پیش است که با کمال تاسف و دریق به داخل کشور رخنه کرده و همچون تروریست معدوم سال گذشته طبعه کشور تاجیکستانه که از طریق سکوی خارجی تلگرام با گروهک داعش آشنا و جذب اون شده وی برای ورود به ایران از کشورهای تاجیکستان، ترکیه و پاکستان عبور کرده سپس در ولایت بدخشان افغانستان آموزش دید و از مرزهای شرقی به طور غیر قانونی وارد کشور شده در ایران از طریق همون سکوی خارجی یعنی تلگرام با سرپلهای هدایت کننده عملیات برای دریافت دستورالعمل و اسلحه در ارتباط بوده و نهایتا در تاریخ یک شنبه 22 مرداد ماه دست به عملیات تروریستی زده. نکتهی که بهش اشاره کردم و تاکید دارم بهش همینه. یه سپس در ولایت بدخشان افغانستان آموزش دیده. این که تو برنامه قبلی هم گفتم هر از گاهی خبر میاد بیرون که طالبان با داعش درگیر شده مثلا فلان عملیات انتحاری یا تروریستی توسط گروهک تکفیری داعش فلان اینا همش داستانه اصلا یه بخشی از نقشه دشمن دقیقا همینه که داعش رو توسط طالبان به سمت مرزهای شرقی ایران روانه کنه شما نگاه بکنید عملیات های تروریستی که داعش داره انجام میده از شرق افغانستان داره شروع میشه میاد به سمت غربش کم کم که میشه مرزهای شرقی ما که تو اون برنامه کامل مفصل توضیح دادم اینجا الان نمیخوام دیگه زیاد تکرار بکنم چون تکرار و مکررات میشه حوصله مخاطب رو سر میبره اما همینقدر بدونید که داعش و طالبان برادرن یکی از مقامات آمریکایی همین اخیرا اعتراف کرده گفته ما نجات پیدا کردیم از یک جنگ طولانی فرسایشی که تقریبا 20 سال طول کشیده اما طالبان رو اونجا کاشتن برای ناامن کردن فضای ایران این حرفای من به یادگار بمونه تو یوتیوب ان سر فرصت با هم دیگه مرورش خواهیم کرد پنج انتخاب زمان انجام هر دو عملیات تروریستی در حرم حضرت شاه کاملا معنا داره در سال گذشته همزمان با اختشاشات دشمن ساخته پاییز و در سال جاری در آستانه سالگرد اون اتفاق 6 اما علاوه بر این نوع عملیات کارفرمایان غربی سهیونیستی داعش تو های گذشته گونه های دیگری از مزدوران خود رو برای انجام انواع عملیات خرابکاران آموزش دادن تجهیز کردن و آماده اقدامات خرابکارانه کرده بودند که با الطاف الهی تمامی اونها شناسایی و مورد ضربه قرار گرفتند تنها تو پرونده کشف 43 بمب در هفت استان کشور که برای کارگزاری در حیات و بقای متبرکه دقت بکنید که میگم اماکن مذهبی رو نشونه گرفتن و این هدف خاصی رو دنبال میکنه دقیقا خودش رو اینجا نشون میده در دهه اول محرم و مزار متحر سردار شهید اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی و برخی تأسیسات حساس کشور تدارک دیده بودند. که همون زمان وزارت اطلاعات 14 تروریست رو دستگیر میکنه هفت در روزهای اخیر عناصر مهم دیگر اعزامی از سوی کانونهای تروریسم پرور در تورها و طلای امنیتی گرفتار شدن که در زمان مختزی پیرامون اونها اطلاع رسانی خواهد شد چون بعضی موقع عملیات ها با تاخیر اطلاع رسانی میشه به خاطر اینکه دشمن نباید از کم و کیفش با خبر بشه یه سری عملیاتی هست که به هر حال محرمانه است و الان فرصتش نیست هشت سربازان و گمنام امام زمان از جلال الله فرج شریف گرچه همه توش و توان و تلاش خود را برای مقابله با اشکال گوناگون تروریست به کار برده و سناریوهای مختلف و متنوع اون رو تاکنون خونسا و حسای متعدد عملیاتی رو در مبدع یا در داخل کشور منهدم کردن با این حال مجموعه مجاهدت های اعلام شده و نشده خود را توجیهگر وقوع حتی یک رویداد تلخ و تاسف بار تروریستی نمیدانند این قابل توجه اون. کسایی که میگن آقا انتقاد نکن تضعیف نظام از فلان است و بابا جان باید انتقاد کنی اون جاهایی که امکان رخنه و نفوذ و خرابکاری وجود داره ترمیم بشه اصلاح بشه آقا در خروجی همین الان حرم حضرت عبدالعظیم تهران اونایی که حسن برن ببینن در خروجی که داره خیلی راحت طرف میتونه بره داخل تو در ورود بله گیت وجود داره اما در خروج چی اینجا تو شاه چراغ هم دقیقاً همین اتفاق افتاده تو گیت ورودی مأمور هست اونجا دارن بازرسی میکنن همه چیز درست اما این در خروجی چی تازه اونجا هم باز دو تا مأمور بوده که این بندگان خدا شهیدم شدن یکی از مأمورای امنیتی اونجا شهید شده پس این باید گفته بشه اینکه بعضیا تو هر چی میگی آقا تضعیف نظام است تضعیف نظام چیه تو بیشتر از من دلت برای نظام می‌سوزه اتفاقا من دارم اینو میگم که اگر کسی مسئولی چیزی به گوشش خورد بره بررسی کنه یه اقداماتی انجام بده خود وزارت اطلاعات هم بازاره میگه حتی یه دونه هم نباید رخ بده بله با این گستره جغرافیایی که ما داریم روزانه باید 10 تا ترور میشد اینم لطف خدا و اهل بیت بالاخره نیروهای اطلاعاتی امنیتی ما با چشمان بسیر و بیدارشون دارن رصد میکنن اینکه این امنیت اتفاق نیست همینجا خودشونشون میده یعنی تلاش‌های های شبانوزی داره میشه برای امنیت من و تو یک کشوری با این گستره جغرافیایی با این همه دشمن بالاخره منافق داخلی هم که داریم بلنگوی نفاق در زاهدان هست در غرب کشور هست آذربایجان هست کومله تروریستا پانها حالا پانکردش باشه کش باشه این همه ما دشمن داریم اما الحمدلله ببین وضعیت کشور رو شما تو پاکستان نگاه کن ما رفیق داریم تو پاکستان میگه ما صبح میریم بیرون ارشدمون رو وصیت میکنیم به خانواده میگه ما. اگر بعد از اون برگشتیم برگشتیم برنگشتیم حلال کن دوباره این طرف افغانستان رو ببین عراق رو ببین سوریه رو ببین اینا کشورهای همسایه‌مونن دیگه ببین تروریستا باشون چیکار میکنن تو ادامه بیانیه اومده لذا همزمان با ادامه تحقیقات هم جانب پیرامون حادثه اخیر تاکید میکنن با افزایش و تقویت همکاری همراهی و هم کلی اعضای جامعه اطلاعاتی کشور و به کارگیری همه تدابیر مقتضی وظیفه مقدس سیانت از امنیت کشور و مردم را بیش از پیش عمق و گسترش خواهند داد نو تعهد نسبت به شناسایی و مجازات کلی عوامل دخیل در اون جنایت همچون واقعی سال گذشته قطعیه کما که در این چند روز نیز با همکاری تنگاتنگ تنگ وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، فرماندهی انتظامی و دستگاه قضایی کشور تعدادی از عناصر مرتبط با جنایت شناسایی و بازداشت شدند. این جمله کلیدی ترین عنصر پشتیبانی عملیات تروریستی مستقل در ایران و مرتبط مستقیم با مسئول عملیات داعش در سوریه و افغانستان. دقت کن اینم نکته داره. گروه های تروریستی تکفیری در سوریه در زمان جنگ داعش هم حضور داشتند، الان هم حضور دارن، یه بخشی هم توی ترکیه است. از طریق جمهوری آذربایجان هم میان تو ایران تردد داشتن که حالا تو ماجرای قبلی دستگیر شد از اون طرف هم افغانستان ببین الان آمریکا و رژیم یونسی برای زدن و گسترش وهابیت در جمهوری آذربایجان دارن تکفیری ها رو از افغانستان انتقال میدن به اون منطقه و تو همین بیانیه وقتی شما میبینید که اومده تو ولایت بدخشان افغانستان آموزش دیده یعنی چی یعنی دشمن یه جنگ ترکیبی تمام عیار رو ترتیب داده که دور تا دور کشور تو رو وهابیت بیاد به چالش بکشه هرچند من مطمئنم که با بیداری و هوشیاری نیروهای اطلاعاتی امنیتی این آرزو رو به گور میبرن ان اما دلیل نمیشه که ما حواس اون پرت باشه بیایم آدرس غلط بدیم ببین طرف برنامه سازی داره میکنه فوری مریم رجبی ممنوع خروج شد این خیلی خوبه ها مریم رجبی ممنوع خروج بشه یک روزی بیاد در ایران مجازات بشه محاکمه بشه اما توی حوزه رسانه تو باید اهم و مهم کنی چرا چرا اینو میگم دلیل براش دارم. ببین این بی بی چهل، صدای آمریکا رادیو فردا من و تو همه اینها تمرکز کردن روزانه چندین برنامه دارن تولید میکنن مثلا همین اینتراشقالو ببین روزی 40 تا برنامه فقط تو یوتیوب بارگذاری میکنه خب آپلود ویدیو به چه منظوره هدف داره دیگه پشتش یه هدفی هست حالا من به عنوان یه برنامه ساز به عنوان یه تحلیلگر وظیفم چیه بیام بگم آقا من روزی سه چهار تا برنامه که بیشتر نمیتونم بسازم که یه محدودیتی دارم یه ظرفیتی دارم بیام اهم و مهم کنم ببینم آقا کدوم مهمتره کدوم در بصیرت افزایی و سواد رسانه و هوشیاری ملت تاثیر بیشتری داره روزی بیام چهار تا برنامه بسازم فوری مریم رجبی مثلا ممنوع الخروج خب آیا این اهمیتش بیشتره یا اتفاقاتی که طالبان داره تو افغانستان رقم میزنه آموزش نیروهای داعش در افغانستان کدوم مهمتر خدا وکیلی؟ ببین در این که منافقین جنایت کردن هیچ شکی نیست تا هیچ شکی نیست روزی هم تاوان این خباست رو میدن 17 هزار ترور داشتن توی مملکت اما الان تو سال 2023 با توجه به نزدیکی مثلا سالگرد این مهسا امینی و تلاشی که دشمن میخواد بکنه برای به آشوب کشیدن کشور که البته این آرزو رو هم به گور میبرن چون دیگه مثل پارسال نیست قبلا توضیح دادیم ولی اینجا باید من اهم و مهم کنم یا الان داریم نزدیک میشیم به انتخابات باید من به مخاطبم بصیرت بدم باید من به مخاطبم توضیح بدم که به کی رأی بده چجوری جوری بده فردا اسیر یه سری از همین نشه این قوانینی که توی کشور داره پیاده سازی میشه داره تصفیب میشه میره برای اجرا تو همین مجلس دیگه باید به نماینده درستابی رای بده که فردا این با زندگی خودش گره میخوره اتفاقاتی که تو زندگی مردم میفته گره خورده به تصمیماتی که در مجلس گرفته میشه چون دولت باید قانون رو اجرا کنه دیگه قانون رو که تصویب میکنه تو مجلس باید چشمش باز بشه به هر کسی ری نده اینجا باید من اهم و مهم کنم که چه برنامه‌ای بسازم چه تحلیلی بدم که به درد مردم بخوره آقا نیجر فلان شد طرف به اسم تحلیلگر به اسم مثلا برنامه ساز به اسم کسی که سیاست میفهمه آقا نیجر اینجوری شد بابا جان این رو تو زمانی باید دارش برنامه بسازی که کشور خودت با این همه دشمنی طرف نیست ما یکی از بخش هایی که خیلی روش تمرکز داریم و میخوایم با شدت و حدت و با جدیت تمام رو دنبال کنیم همین بحث خارج بدون فیلتره چه اتفاقاتی تو خارج میفته که اینجا به ما گلوبال بول نشون میده. اما الان موقعیت چه واقعا نه من باید به عنوان کسی که خودم رو تحلیل گرم ادعا دارم باید اندازه ادعای خودم هم فهم داشته باشم سواد رسانه داشته باشم اهم و مهم رو تشخیص بدم کجا چه حرفی بزنم چه برنامه رو تولید بکنم به مخاطبم چه خوراک فکری بدم چون مخاطبی که داره منو دنبال میکنه اومده یه چیز یاد بگیره دیگه بنا نیست که من سرشو گرم کنم پول از یوتیوب در بیارم که بارها و بارها گفتیم طرف میاد میگه آقا شما با پول در مردم مشکل داری نه چه مشکلی داریم مشکل اونجاست که مردم رو فریب بده مشکل اونجاست که اطلاعات غلط بده مشکل اونجاست که فقط برای پول کار بکنه بارهایی این مثال زدم دیگه پزشک هم پول در میاره آقای سارق آقای دوز هم پول در میاره اون کجا این کجا اون جون مردم رو نجات میده پول در میاره این مردم رو معتاد میکنه گرفتار میکنه پول زندگی همه چیزش از دستش میگیره اونم پول در میاره. این پول در آوردن با اون پول در زمین تا آسمون فرق میکنه مشکل ما با این دوستان همینه دقیقاً یعنی فقط به فکر منافع خودشونن منافع میلیونه کشک به جای اینکه بیاد برنامه بسازه مردم رو آگاه بکنه بیدار بکنه بیشتر دارن تولید اپوزیسیون میکنن من قبلا توضیح دادم دیگه اون اتفاقات که پارسال افتاد من 6 ماه قبلش هشدار دادم گفتم آقا فردا اگر شروع بشه مردم بریزن تو خیابون مقصرش اینا انا همه چیز رو گل و بلبل میبینن چرا چون با یه نوجوان سر و دارن که این نوجوانا دستشون تو جیب ننه باباشونه از اقتصاد که چیزی نمیفهمن اما اگر فشار اقتصادی به اون پدر بیاد همون پدر به این بچه پول نمیده مثلا گوشی موبایل بخره این فردا احساس سرشکستگی میکنه احساس حقارت میکنه احساس ضعف میکنه بعد میاد یقه جمهوری اسلامی رو میگیره از تو طوری برنامه تولید کن که این مخاطب نوجوان تو با فضای سیاسی اقتصادی فرهنگی اجتماعی و حتی سیاست خارجی آشنا بشه بفهمه که دشمن داره چیکار میکنه ما کجا هستیم و وظیفمون چیه اگر این رو ساختی مخاطب رو پرورش دادی کار درسته اگر نه به فکر این آقا بیایم مایی مثلا 400 میلیون یوتیوب در بیاریم و بریم این برکت هم نخواهد داشت بعد چند سوایی هم مثلا حالا تو دور باشی ماشین بخری خونه بخری به اسم دفتر گرفتن و فلان و اینها دفتر کار لازم داری مردم پول کمک کنید فلان فردا بری یه کار دیگه بکنی اما 5 سال بعد 10 سال بعد بالاخره یه تاوانش رو میدی مردم رو تخدیر نکنید اینقدر ده از رژیم ایالات متحده که پدید آورنده داعش است و پس از انهدام آن توسط جبهه مقاومت اسلامی اکنون در پی احیای جسد متعفن آن است مسلما انتظاری نیست اما سکوت مدعیان اروپایی مبارزه با تروریسم اینا میخواستن سپاه رو تو لیست تروریستی قرار بدن در پیرامون عملیات تروریستی اخیر همراه با پایکوبی مستانه رسانه‌های وابسته به آنها در این قبال نه تنها مستاق واضح دیگری از ریاکاری و استانداردهای دوگانه آنهاست که میتواند آدرسی دیگر از باشگاه آفریننده و حامی تروریسم تکفیری رو نشون بده این دقیقا متن بیانیه وزارت اطلاعات بود که امیدوارم خداوند به اینها عمر با عزت بده که ما این امنیت رو مدیون اینها هستیم نمیشناسیمشون گمنامن شاید تو در همسایه فک فامیل دور و بریا همکارامون باشن از همین افراد که ما نمیشناسیم اما جونشون رو گرفتن کف دستشون عملیات هایی میرن که برخی اوقات شاید از خانواده دورن شاید تا مرز شهادت هم میرن برمیگردن ریسک میکنن خطر رو به جون میخرن و خب یه کار خیلی پرتنش و پرخطریه تنها کاری که از دست ما برمیاد چون نمیشناسیم شما شما میشناسی میری یه کادویی میخری مثلا تبریک به طرف میگی تولدش رو تبریک میگی تشکر ازش میکنی یا یه شامی نهاری مهمونی دعوتش میکنی میگی آقا مثلا بیا ما میخوایم از خدمات شما تشکر بکنیم ولی وقتی نمیشناسیم تنها کاری که از دست ما برمیاد اینه که اولا مجاهدت های اینها رو به تصویر بکشیم بگیم دارن چیکار میکنن و دوما براشون دعا بکنیم چون ما دشمن زیاد داریم و من بارها و بارها اعلام کردم برای هر کشوری این همه دشمن بود چهل بار از هم فرو پاشیده بود اینکه جمهوری اسلامی الحمدلله به لطف خدا و اهل بیت و رشادت های این سربازان و گمنام اون زمان سر ایستاده این یکی از موهبت های الهیه که ما باید قدردان زحمات اینها باشیم و خدا رو سپاسگزار باشیم که در ایرانی زندگی میکنیم که در این 44 سال تنها حاکمیتی بوده جمهوری اسلامی که یک وجب از خاکش رو به دشمن نداده و فرزندان رشید و برومند خودش رو طوری تربیت کرده که شهادت رو افتخار خودشون میدونن خیلی ممنون که تا انتهای برنامه همراه من بودیم که ویدیو کمک میکنین یوتیوب اون رو به افراد بیشتری به نمایش بگذاره تا ویدیو بعد و بعد شما رو به خدای بزرگ و مهربون خدا